در این آموزش در مورد توابع، ترکیب رشته یا اتصال رشته ها به هم صحبت میکنم. برای اتصال رشته ها به هم میتونیم از عملگر جمع استفاده کنیم، جمع و انتصاب، تابع اپند و تابع اینسرت. با عملگر جمع شروع میکنم. در اینجا من یک رشته دارم با نام استیار وان، یک رشته با نام استیار تو و رشته سوم که فاقد مقدار هست. من میخوام که رشته استیار تو رو به انتهای رشته استیار وان الحاق کنم و حاصل رو در استعاره تری ذخیره کنم. در سی پلس پلس استاندارد ما این امکان رو داریم که برای الحاق دو رشته از عملگر جمع استفاده کنیم. پس من در اینجا استعاره وان رو به علاوه استعاره تو میکنم و سمی کنم. از استعاره تری خروجی میگیرم و برنامه رو اجرا میکنم. عبارت I am programmer, I write code در خروجی چاپ میشه و دو رشته استعاره 1 و استعاره 2 با هم ترکیب شدن و در استعاره 3 ذخیره شدن. عملگر بعدی که داریم عملگر جمع و انتصاب هست. من میتونم مقدار استعاره 2 رو به انتهای استعاره 1 اضافه کنم و اون رو در استعاره 1 ذخیره کنم. در اینجا استعاره 1 رو قرار میدم. عملگر جمع و انتصاب و استعاره تو رو هم داریم. دقیقا مشابه کاری که با داده های عددی انجام میدادیم، استعاره وان به علاوه استعاره تو میشه و در استعاره وان ذخیره میشه. از استعاره وان خروجی میگیرم، برنامه رو اجرا میکنم. عبارت I am programmer, I write code در استعاره وان ذخیره میشه که حاصل اتصال دو رشته استعاره وان و استعاره تو هست. با استفاده از تابع اپند هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. من در اینجا برای استفاده از تابع اپند نام رشته رو تایپ میکنم، استعاره وان، نقطه و تابع اپند رو فراخوانی میکنم. پرانتز باز و بسته و سمی کلن. تابع اپند یک رشته دریافت میکنه و رشته رو به انتهای رشته اول الحاق میکنه. من اگر اینجا استعاره تو قرار بدم، استعاره تو به انتهای رشته استعاره وان الحاق میشه. چیزی که در استعاره وان ذخیره میشه همون آی ام پروگرامر آی رایت کد هست. از برنامه اجرا میگیرم. طبق انتظارمون آی ام پروگرامر آی رایت کد در خروجی چاپ میشه. تابع دیگه ای داریم با نام اینسرت. برای فراخوانی تابع اینسرت هم مثل تابع اپند باید اینسرت رو بعد از نام رشته اضافه کنیم. تابع اینسرت رو فراخوانی میکنم، پرانتز باز و بسته و سمیکولن. برای تابع اینسرت 4 اورلود معرفی میکنم. اورلود اول دارای 2 آرگومان ورودی هست. آرگومان های ورودی اون از نوع اینت و استرینگ هستن. اولین آرگومان ورودی مشخص میکنه که در استرینگ وان در کدوم قسمت از این رشته ما رشته دوم رو اضافه کنیم. ما میتونیم رشته دوم رو در هر قسمتی که مد نظرمون هست اضافه کنیم. من میخوام عبارت آی رایت کد در این قسمت کپی بشه بعد از اسپیس و قبل از ای. برای انجام این کار باید اندیس این خونه رو به عنوان آرگومان ورودی به تابع اینسرت اضافه کنم. اندیس رو پیدا میکنم، 0, 1 و 2. بعد از کاراکتر اسپیس میخوام رشته جدیدی اضافه بشه، پس اندیس 2 رو وارد میکنم، کاما و پارامتر ورودی دوم 1 رشته هست. این پارامتر مشخص میکنه که چه رشته ای رو به رشته استرینگ وان اضافه کنم. پس پارامتر اول اندیس محلی هست که میخوایم رشته به استرینگ وان اضافه بشه و پارامتر دوم رشته ای هست که میخوایم اون رو به استرینگ وان اضافه کنیم. از برنامه اجرا میگیرم. آی رایت پروگرامر بعد از اسپیس و قبل از حرف A اضافه شده. پس ما تونستیم با استفاده از تابع اینسرت یک رشته رو در محل دلخواهی از رشته اول ذخیره کنیم. فراخوانی اورلود اول رو کامنت میکنم و در خط بعد میخوام که یه اورلود دیگه فراخوانی کنم. این اورلود کاری که انجام میده یه زیر رشته، یه قسمت از رشته دوم رو به رشته اول الحاق میکنه.
ما میتونیم با استفاده از این اوورلود بخشی از این رشته رو انتخاب کنیم و در رشته اول قرار بدیم. برای انجام این کار این تابه 4 آرگومان ورودی داره. دو آرگومان اول که مشخص هست، آرگومان سوم یه اندیس هست از رشته که ما میخواییم عملیات کپی انجام بشه از روش. اندیس نقطه رو تعیین میکنم که نقطه شروع زیر رشته هست. من میخوام عبارت رایت کد در این قسمت اضافه بشه. نقطه شروع بر زیر رشته رو باید پیدا کنم. اولین کاراکتر این رشته یک اسپیس هست. 0 1 2 3 W در اندیس 3 قرار داره. پس من در اینجا عدد 3 رو وارد میکنم و برای آرگومان 4 هم یک عدد اینتجر باید ارسال کنم. آرگومان 4 طول زیر رشته رو مشخص میکنه. از اندیس شماره 3 تا چه تعداد کاراکتر رو برداره؟ میشمرم 1 2 3 4 5. من میخوام تنها کلمه رایت اضافه بشه. یه اسپیس هم بعدش اضافه بشه تا از A جدا بشه. پس 6 کاراکتر رو میخوام در محل اندیس 2 استیار 1 اضافه کنم. یه بار دیگه آرگومان ها رو بررسی میکنیم. آرگومان اول محل اضافه شدن زیر رشته هست به رشته اول. آرگومان دوم رشته ای هست که ما میخواییم از اون رشته زیر رشته رو برداریم که STR2 هست. آرگومان سوم اندیس محلی هست که ما میخواییم از اون نقطه زیر رشته شروع بشه و آرگومان چهارم طول زیر رشته هست. از برنامه اجرا میگیرم. کلمه رایت بعد از آی و قبل از ام اضافه شده. پس ما با استفاده از اوورلود دوم تونستیم یه زیر رشته در مکان مشخصی از رشته اول اضافه کنیم. این خط کد رو هم کامنت میکنم. اوورلود سوم هم 2 آرگومان مشابه اوورلودهای قبلی داره. کاری که این اوورلود انجام میده این هست که یه زیر رشته از STR2 برای STR1 در محل مورد نظر اضافه میکنه. اما چه زیر رشته ای؟ نقطه شروع زیر رشته رو دریافت میکنه و تا انتهای رشته رو به STR1 اضافه میکنه. اگه من بخوام تنها کلمه کد رو قبل از ام قرار بدم، باید اندیس شروع رو بدونم کجاست. 0 1 2 5 حرف برای رایت داریم، 8 و این قسمت 9 هست. اگه من در اینجا 9 رو قرار بدم، انتظار دارم که کد به آیم پروگرامر اضافه بشه. کلمه کد بین اسپیس و حرف A قرار میگیره. پس اوورلود سوم یک زیر رشته به رشته اول اضافه میکنه و نقطه شروع رو میگیره تا انتهای رشته دوم رو به رشته اول اضافه میکنه. آخرین اوورلودی که من میخوام از تابع اینسرت ببینیم 2 آرگومان ورودی دریافت میکنه. آرگومان اول مثل اوورلود های قبلی هست، اندیس محل اضافه شدن هست و آرگومان دوم به طور مستقیم یک رشته هست. من میتونم در اینجا یه رشته وارد کنم و اون رو به رشته STR1 اضافه کنم. در اینجا من یک عبارت رو تایپ میکنم. شعاری که برنامه نویسان دارن: I am programmer, I have no life. از برنامه اجرا میگیرم. رشته که من تعیین کردم رشته هاف نو لایف بود که بعد از کاراکتر اسپیس به رشته STR1 اضافه شد. در این آموزش با کارایی عملگر جمع، جمع و انتصاب، تابع اپند و 4 اوورلود اینسرت آشنا شدیم.